بچه اومدیم سر زمین احسان، یه فارم خیلی کوچیک داره. چند هکتاره؟ 4 هکتاره. بچه همینجاست بچه ها رسیدیم. بچه ها نگاه کنین، الله یکی شب اومده بود بدوزن. اصلا فارمره بچه ها. چیو؟ درختو. اینو؟ آره من اصلا بدوزن؟ درختی چی بود مگه؟ اوکالیپتوس. آه بچه ها سرم این چوب دوزدی میکنم. بعد ازشون مثلا درختی چقدر میخرم؟ 7-8 میلیون. آره 7-8 میلیون بچه ها درختی دارم میخرم. مواظب درختاتون باشین. یه توضیح در مورد این زمین بده که چی کاشتی؟ چوبندره. یا مثلا اینا که گلشون سفیده وسط زمینه در اومدن، اینا مثلا علف هرزن درسته؟ بعد آسیب نمیزنه به زمینت؟ الان جاش اینجا نیست تو این مزرعه. چون که وقتی مثلا تو کود میدی تو یه مقداریشو اینا مصرف میکنن، میگیرن نمیذارن. مقدار زیادی شو فکر کنم. آره. بچه‌ها من به خاطر شما میخوام برم من چغندر رو از نزدیک شما ببینیم، حتی اگه گلی بشه. فقط میخوام نشون از نزدیک بدم که چغندر گیاه چغندر چه شکلیه. همین چند وقت پیش آفت زده بودن. چی زده بودن؟ شته زده بودن. شته زده بودن؟ شته میدونی کیه؟ آره بابا یه سری حشرات ریز اینجوری میشینه رو پشت برگ درخت. امید اینو بگیر، یک چیز طبیعیه. خیلی خوبه. آره. این اتفاق خیلی خوبه. من اینو توضیح میدم از نظر علمی واسه غذای این کفش دوزک ها شته است. خب یعنی اگه تو از این شته ها توی مزرعه زیاد داشته باشی میتونی بدون سم پاشی، خب میتونی آفت های مزرعه تو چیز کنی، کنترل کنی. همینا اینا غذاشون شته است. یعنی الان دارن توی هر تخم گذاریشون نزدیک 30-40 تا مثلا دیگه نگاه کن یه دونه دیگه اینجا درست میکنن. آره تولید مثلشون بالاست. بعد به خودی گیاه آسیب نمیزنن؟ نه بابا اینا کنترل بیولوژیک هستن. جالبه به نظرم اینا طبیعیه جانب. ولی کشاورزا دیگه اشتباه میکنن یا سم پاشی میکنن اینا هم میمیرن. تو مثلا میای مثلا تخم اینا رو میریزی توی مزرعه؟ تخم اینا رو نمیریزی، اینا خودشون الان بعد تخم گذاری میکنن پوره به وجود میارن، بعد میشن حشره کامل، بعد دوباره همونا هم شروع میکنن به تکثیر، جمعیتشون زیاد میشه تو مزرعه. خب میدونم چی میارشون اینجا. اینا چیزای طبیعی هستن، مال طبیعت. یعنی تو دیگه حشرات طبیعی. تو خب مثلا یهو دیدی شته زدن گیاهات، میخوای چیکار کنی؟ خود به خود اینا دنبال شته میگردن. 4 هکتار زمین. اوکی، ولی خب آره میکاره لذت میبره. دفرانیه برای خودش. ها؟ شته نشونت بدم. اینا آفتن. آها. اینا شتن، این سیاهای کوچیک. حالا البته من چند وقت پیش سم پاشی کردم اینا دیگه فکر کنم الان مردن. اوه شیت بچه‌ها اینجا ما الان می‌خوایم بریم گیاه کنوار بزنیم، گیاه که نیست میوه است. بریم بتونشون بدم. یالا یه سریا ممکنه که علف خوزستان باشن بدونن کنوار چیه، ولی خب یه سری ممکنه ندونن. بریم میوه کنوار بتونشون بدیم. با ما باشید. زمان کاری چطوریه؟ مثلا زمین رو آبیاری میکنید دو شبانه روز سر زمین میگید. دو شبانه روز. خیلی هم دو شبانه روز بچه ها. تا حالا سگ افتاده دنباله. یا سه تا باهای سگ وحشی. آره که بیاد به گازه بگیره. بچه ها درخت کنار اینه. نگاه کن زیرش همش بچه ها کنارای نوبی نگاه کنی. یه لحظه دست نزم بذاری تصویر اسمو بگیرم. بچه ها نمیتونم میتونیم ببینین یا نه ولی میبینیم. احساس کنم الان میتونم نما پا بذارم روش اینجوری برمیداریم. بچه ها میخوام جمع کنم. میشه با همین آب اینجا شستشون؟ آره. بعد با آب همینجام میشورمش اسپی میشه. من برم چند تا جمع کنم. همشون برای تو. همشون برای من. همشون برای تو. چو
کنار خیلی خوشمزه است. نگاه کنین چند تا جمع کردم. حالا گوشی تو بگی میخوام بخورم کنارم. نمیشوری؟ من نمیشورم. با من خون بشورم حسن. خوبه بشورم. آب تو ماشین هست فکر کنم. بیا این بر. فضا فضای خوبیه. کجا بریم؟ در ماشین قفله؟ نه. بیا بریم قفل کنیم بریم ته زمین. ته زمین؟ بیا بریم. میدونی؟ هفت صبح میای اینجا خیلی حال میدم. صدا کرد. هوا چطور اینجا؟ هوا خنک. سر داره؟ خنک. من قبلا یادمه میرفتم خونه مثلا پدر بزرگم اینا از این جاها میوردن. بعد جو خارشو میکنن اینا. خار مریم بهشون میگن. بعد یه سری چیزا توشون بود مثل دونه برنج بودن. بعد شیرین بودن. انقدر خوشمزه بود. بجور اینا رو بگیم. بچه کنارا رو ببینیم. الان اومدیم یسون زمین چک کنیم. علف هرزه؟ بچه آقا احسان راضی شدن که یه دونه چغندر برای ما در بیارن که ببینیم چه شکلیه. اولا من یه دونه از این ضعیفاشو فعلا این به عنوان اصلا علف هرزم محسوب میشه چون عقب مونده از رشد. یا خیلی کوچیکه. ماشاءالله. چند یکم این چغندر این الان شیرینه درسته؟ تقریبا آره. حالا این چغندر چند وقته است؟ این تقریبا 5 ماهی هست توی خاک. 4 ماه 5 ماه. پس اون واقعا عقب مونده بود. آره. از شکر و قند میاره. بعد توفالش برای آقا احسان خدا ان شاء الله خدا به همه این زمین بالاترین برکت رو بده. بچه‌ها این مزرعه باقله است. باقله تو میشه؟ باقلاو بده یه دونه بده ببینیم بچه ها بچه این منزه شیرینی میدن. دوستای گل این بود ولاگ امروز ما. لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره انرژی بدین تا باز هم ما بتونیم تولید محتوایی بهتر و بهتر و بهتر برای شما انجام بدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. واسه کاری نداری با بچه‌ها. پیس بچه‌ها.